رابطه مقعدی چیست؟ زوجین بسیار به فکر منقعی رابطه منقدی و در این بین آقایانی که درخواست سکس مقعدی دارن بسیار زیاده. اما بهتر قبل اینکه رابطه مقعدی داشته باشین از عوارض و خطرات احتمالیش آگاه باشین. در ادامه به بررسی این موضوع می پردازی. در رابطه مقعدی از مقعد به عنوان عضو جنسی استفاده میشه و وارد کردن آلت تناسلی انگشتان یا جسم خارجی در کانال مقد به لذت جنسی میرسد چرا رابطه مقعدی مزره؟ با مرسی مکانیزم دستگاه گوارش متوجه میشیم که مقعد داره اسفنگتر داخلی و اسفنگتر خارجیه. پای خروج مدفوع در مرحله اول اسفنگتر داخلی به صورت غیر ارادی باز میشه اما اسفنگتر خارجی با اراده ما باز میشه. به این ترتیب زمانی که در محل مناسبی نیستیم میتونیم مدفوع رو نگه داریم. رابطه جنسی از طریق مقعد و وارد کردن ایسان به داخل مقعد باعث میشه به خارجی آسیب برسه و فرد نتونه به صورت ارادی اونو کنترل کنه از نظر بیولوژیکی مقعد برای رابطه جنسی ساخته نشده بنابراین داشتن رابطه مقعدی بیضرر نیست در اسلام رابطه مقعدی حتی با رضایت زن هم مکروهه و در پزشکی مورد نف قرار گرفته چون مقعد حالت ارتجاعی نداره و در صورت داشتن سیس مقعدی فشار زیادی بهش وارد میشه و امکان داره صدمات زیادی ببین همچنین ممکن بیماریهای مقاربتی و عفونی برای طرفین رابطه ایجاد بشه از طرفی چون مقد مثل دهان و واژن نمیتونه مایع روان کننده تولید کنه در سکس مقدی به دلیل استحکاک و خوش شدن آسیبهای زیادی به پوست مقعد وارد میشه رابطه جنسی مقعدی چه ضرری داره بواسی یا فیسچال از بیماریهای شایع مقعده که داشتن رابطه جنسی از پشت احتمال گشاد شدن عروغ و ایجاد بواسی رو افزایش میده همچنین اگر فردی بواسیر داشته باشه داشتن رابطه از پشت منجر به خونریزی و درد زیادی براش میشه انتقال و جذب بیماری افونی عفونی آمیزشی در صورت رابطه مقعدی اگر فرد دچار سخم مقعدی بوده یا نوک آلت مرد دچار بردگی باشه در معرض انتقال ویروس های جنسی مثل ایدز هپاتیت زگیل تناسلی سوزک و سفلیس میباشن حتما قبل از رابطه مطمئن بشین شریک جنسی شما بیماری آمیزشی نداشته باشه این آرزه در افرادی که شریک های جنسی متعددی دارند از جمله مردان همجنس باز شایع بی اختیاری مدفوع اگر رابطه از مقعد به صورت مکرر انجام بشه عضلات اسفنکتر خارجی مقعد شل میشه و فرد دچار بی در مدفوع میشه تنها راه درمان اونم جراحی دهانی رکتومه سرد مزاجی و کم شدن میل جنسی زنانی که رابطه از پشت دارن ارضا نمیشن و این مسئله باعث میشه که نسبت به رابطه جنسی بیمیل بشن و حس کنن فقط ابزاری برای رفع شهوت همسر خودشون هستن. عفونت مقعد، آبسه مقعدی. مقعد محل عبور مطبوع حاوی باکتریه و اگر در رابطه مقعدی آسیبی بهش وارد بشه، بستر مناسب برای عفونت و آلودگی میشه. این عفونت به صورت برامدگی های در دهانی مقعد ایجاد میشه. صورت پیشرفته عفونت به دستگاه گوارش و کلیه ها میرسه و مصرف آنتیبیوتیک میتونه از پیشرفت عفونت مقعد جلوگیری کنه. میکروب های مدفوع به شدت در مقابل آنتیبیوتیک مقاومند و احتمال داره هیچ وقت درمان نشد. عوارض روی در زنان معمولا خانمها برخلاف میلشون و به دلیل اصرار شریک جنسی خودشون تن به رابطه مقعدی میدن. در نهایت پس از تحمل درد زیاد دچار افسردگی میشن و عزت نفسشون رو از دست میده. پارگی روده یکی دیگه از عوارض رابطه مقعدی احتمال پارگی روده به دل نازک بودن قشهای روده و خشکی در سر استحکاک زیاد که علائم شامل خونریزی درد شدید در مقعد درد در شکم و پهلوه سوراخ شدن روده بزرگ این از عوارض بسیار خطرناک و اورژانسی رابطه مقعدی سراخ شدن روده بزرگ یا کولونه میتونه منجر به مرگ فرد بشه علائم سوراخ شدن روده شامل خونریزی شدید مقعد و درد شدید در شکمه درد و خونریزی در مقعد رابطه جنسی از مقعد ممکنه به موی های ریز مقعد آسیب بزنه و موجب خونریزی بشه همچنین به دلیل زیاد بودن رشته های عصبی در اطراف مقعد رابطه مقعدی درد زیادی داره فشار به کیسه های منی در مردان در رابطه مقعدی به دلیل تنگ بودن مقعد منی مرد نمیتونه به راحتی خارج بشه و احتمال داره به عقب برگرده و به کیسه های منی و پرساد فشار وارد کنه سرطان و بیماری های عفونی در زن ها. داشتن رابطه مقعدی مکرر منجر به گشاد شدن مقعد میشه و به دلیل همجواری مقعد و واژن باکتری ها و میکروب های روده به واژن و رحم منتقل میشه فرد را در مرز بیماریهای های افونی مثل بدبو شدن ترشوهات رحمی، افونت مستانه و حتی سرطان قرار میده. راه ای ایمن کردن رابطه مقعدی چیست؟ در کل داشتن رابطه مقدی توصیه نمیشه و در بسیاری از کتاب های طب سنتی و پزشکی انجام سکس مقدی ممنوع شده. اما افرادی که اصرار به برقراری رابطه جنسی مقعدی دارند برای به حداقل رسوندن عوارض سکس مقدی بهتر موارد سی رو رعایت کنند. برای از بیماری های آموزشی حتما از کاندوم استفاده بشه در رابطه مقدی باید دخول به آرامی انجام بشه و نباید با سرعت و قدرت رابطه واژینال رابطه مقدی داشت برای جلوگیری از آسیب و فشار مضاعف به مقد بهتر از های روان کننده برپایی آب استفاده بشه روان کننده های روغنی مثل وازلین به کاندوم های لاتکس آسیب میزن. به هیچ عنوان رابطه واژینال و مقعدی را همزمان نباید انجام بدید در صورت احساس درد رابطه مقعدی رو متوقف کنید. داشتن پوزیشن مناسب در رابطه مقعدی خیلی مهمه. در سکت مقعدی از اسپم گوشت استفاده نکنید.